دید امین مؤید به میهمانی خاک رفت. کوس رحلت بکوفت دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. کوس رحلت بکوفت دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یکدگر بکنید. روز پیش میخواستم در مورد مجید امین مؤید مقاله‌ای در ویکی‌پدیا بنویسم، اما فرصت دست نداد. 4 خرداد رسید و باید وصیت‌نامه اصغر بدیزادگان را که اندکی پیش از تیربارانش نوشته بود ضبط و منتشر کنم. نمیدانستم مقاله مربوط به مجید امین مؤید، فرزند رنج کشیده به خود ساخته مردم آذربایجان، وقتی نوشته می شود که به میهمانی خاک رفته است. اجل مهلت نمی دهد و چه راست می گوید سعدی شوریده که حسن تو دایم بدین قرار نماند. حسن تو دایم بدین قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند. ای گل خندان نوشکفته، نگه دار خاطر بلبل که نوبهار نماند. عاقبت از ما غبار ماند، زنهار تازه تو بر خاطری غبار نماند. مجید امین مؤید حدود 18 سال در زمان شاه زندانی کشید و با آثار خیش اندیشه هنری و درک زیبایی شناسانه از اون را ارتقا بخشید. او 6 خرداد 1393 به غبار پیوست. در زندان
به او، به اون نویسنده و مترجم ارجمند که از کودکی فقر و بی‌عدالتی را حس کرده بود، آقا مجید می گفتیم. از محله دورچی تبریز، جایی که به دنیا آمده بود و از خانواده با آبرو، با صفا و تهی دست خیش قصه ها داشت و از پدرش که پیلوری می کرد و وقتی او نوجوان بود درگذشت. با تلاش آقا مجید اندیش ورز و مهربان بود که ایرانیان با امثال آرتور میلر، برتولت برشت و شون اوکیسی آشنا شدند. در زندان شاه، تاریخ اجتماعی هنر اثر آرنولد هاوزر و رابطه هنر و واقعیت از دیدگاه باستانشناسی نوشته نیکلای چرنیشوفسکی را ترجمه کرد و با نگارش سیری در اندیشه های برشت وی را بیش از پیش به هموطنانش معرفی نمود. حدود 20 سال داشت که عضو تحریریه روزنامه آذربایجان شد. اما 2 سال بعد که اون مرداد گران پیش آمد و در ایران علیه دولت ملی دکتر مصدق کودتا شد، ورق برگشت و او و امثال او با بگیر و ببند روبرو شدند. آقا مجید را نیز دستگیر می کنند و وی از سال 1333 تا 1334 در زندان می ماند. چند سال بعد وقتی نارضایتی مردم به اوج می رسد، 2 مرتبه بگیر و ببند راه می افتد. خیلی ها را در کردستان و آذربایجان می گیرند و بار دیگر آقا مجید راهی زندان می شود. متهم بود که از احیا کنندگان فرقه دموکرات آذربایجان است. وی و 5 نفر دیگر را در دادگاه نظامی محاکمه کرده حکم اعدام می دهند. حسن زهتاب سرابی، ایوب کلانتری، علی عظیمزاده جوادی، خسروی جهانبان آذری و جواد فروغی الیاسی 14 اردیبهشت سال 1339 در تبریز تیرباران می شوند. مجید امین مؤید 7 ماه زیر حکم بود، او نیز حکم اعدام می گیرد. با روی کار آمدن جان اف کندی در آمریکا، دکتر منوچهر اقبال جای خودش را به دکتر علی امینی داده و نورالدین علموتی وزیر دادگستری می شود. این وسط حکم آقا مجید هم شکسته شده و وی به جای اعدام حکم ابد می گیرد که تا 3 آبان سال 56 در زندان می ماند. وی در جمع 131 نفری بود که اعلی حضرت برای مقابله با اعتراضات مردمی دستور آزادیشون را داد. در پانویس قسمت 43 خاطرات خانه زندگان، آزاداندیشی جوهر اخلاق است، اسامی 131 زندانی مزبور را آوردن. مجید امین مؤید در زندانهای قزلقلعه، قصر و عادل‌آباد شیراز محبوس بود. پیش آقا مجید در زندان خیلی ها از جمله مرتضی ثاقب فر، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، انگلیسی آموختند. او به ویژه با ترجمه کتاب 4 جلدی تاریخ اجتماعی هنر اثر آرنولد هاوزر، فیلسوف و هنرشناس نامدار مجاری، خدمت بزرگی کرد. خودش گفته است ترجمه کتاب مزبور را به تدریج ضمن نامه هایی که زندان عادل‌آباد برای دخترم می نوشتم بیرون می فرستادم. مجید امین مؤید در زندان از پا نمی نشست و با ترجمه آثار کسانی که با ستمگران زمانی خیش در افتادند، برتولت برشت، آرتور میلر، شون اوکیسی، تنسی ویلیامز و دیگران به روشنگری پرداخت. او معتقد به سوسیالیسم بود و به انسان و آزادی عشق می‌ورزید و چنین کسانی
حتی اگر بمیرند نمیمیرند.